بسم الله الرحمن الرحیم، شما را خوش آمدید میگم به 29مین جلسه مضمون مدیریت سیستم دو. در جلسه امروز ما در مورد مدیریت سرویس های اپاچی درس خواد داشتیم. اهدافی که برای جلسه امروز در نظر گرفته شده، ما چگونه سرویس های اپاچی را مدیریت میکنیم، در پهلویش ما فایل های تنظیمات اپاچی را در کجا قرار دارن و این فایل ها کدام ها هستن، به چی منظور استفاده میشن، اینا را میبینیم و همچنان عیارسازی میزبانی مجازی یا ورچوال هاستینگ کانفیگریشن هم در این درس ما در موردش یاد خواد گرفتیم که چی است و چگونه ما با استفاده از ورچوال هاستینگ میتونیم چندین وبسایت در یک سرور هاست بکنیم. خب، به خاطر مدیریت سرویس های اپاچی ما نیاز داریم از کمند های مثل کمند سیستم CTL یا سیستم کنترل استفاده می کنیم و به خاطر استاپ کردن سرویس اپاچی ما از دستور سیستم CTL استاپ اپاچی 2 استفاده می کنیم، به خاطر استارت کردنش از دستور سیستم CTL استارت اپاچی 2 استفاده می کنیم، به خاطر ریستارت کردنش که اکثرا وقتی شما تنظیمات اپاچی را داشت تغییرات میارین، نیاز است تا بعد از تغییرات شما او را ریستارت بکنین اپاچی 2. اما قسم شما اگر خواسته باشین سیستم یا سرویس اپاچی را در سرورهایتان غیر فعال کنین و پس دوباره فعالش کنین، شما از دستورهای سیستم CTL Disable اپاچی 2 و Enable اپاچی 2 استفاده میکنین. فایل های تنظیمات اپاچی، وقتی شما سرویس اپاچی را در کامپیوترهایتان نصب میکنین، بعد از نصب کردن سرویس اپاچی در داخل دایرکتری ETC داخل دایرکتری اپاچی قرار دارد. اکثریت فایل های مربوط به تنظیمات اپاچی در داخل دایرکتری اپاچی قرار دارد. شما وقتی داخل از این دایرکتری میشین، فایل های از قبل کانفیگریشن شده در اونجا موجود است و همچنان شما فایل هایی که خودتان خواسته باشین دو تغییرات بیارین و کانفیگریشن کنین هم نیاز است تا داخل همی دایرکتری باشه. همچنان یکی از فایل هایی که در داخل دایرکتری اپاچی قرار داره به نام کانفیگ ماجولز، این فایل به خاطر لود کردن ماجول های مختلف اپاچی است که در داخل فایل اپاچی قرار داره و شما به خاطر از اینکه از هر ریکوست و یا کاری که در اپاچی سرور میشه از او لاگ گرفته باشین، لاگ به خاطر از است که شما وقتی بعداً میخواین ارزیابی بکنین یا تفتیش کنین که کدام مشکلات در سیستم اگر رخ داده باشه و یا ببینین سرویس اپاچی در چگونه است، شما از لاگ فایل ها بیشتر استفاده میکنین به خاطر تفتیش کردن و ارزیابی وضعیت سرویس هایتان. شما در داخل دایرکتری ور داخل دایرکتری لاگز اوجا لاگ اپاچی ها لاگ اپاچی سرور در فایل httpd دات در خود فایل httpd قرار داره. شما میرین این فایل اگر باز کنین، لاگ اپاچی سرورتان در اوجا است و میتونین این لاگ ببینین به خاطر مدیریت خوبتر اپاچی سرورتان. خب، عیارسازی میزبانی مجازی یا ورچوال هاستینگ کانفیگریشن چی است؟ ما ورچوال هاستینگ کانفیگریشن وقتی به سرور گفته میشه یا به سرویس گفته میشه که بتانیم چندین وبسایت مختلف در او قرار بدیم، ما به او ورچوال هاستینگ میگیم. یعنی ما به جای از اینکه در یک سرور فیزیکالی یا فیزیکال سرور ما یک وبسایت میزبانی بکنیم، چندین وبسایت ما اوجا میزبانی کرده باشیم. خب، حال سوالی است که چگونه امکان داره که چندین وبسایت در یک سرور فیزیکی باشه و نامهایشان فرق داشته باشه؟ بدون شک از درس های گذشته تان که در مورد DNS است شما کمک میگیرین در این ارتباط. شما در DNS اگر یادتان باشه، یکی از ریکارد تایپ ها به خاطر امی بود که شما IP ها را این IP را به چندین نام بتانین در
DNS برش ریکارد اد کنین. اگر یادتان باشه ما به نام سینیم یک چیز داشتیم، شما با استفاده از امو قابلیت های DNS میتونین که برای هر وبسایت مجازی که در اپاچی شما او را هاست میکنین با استفاده از ورچوال هاستینگ کانفیگریشن بر از او یک ریکارد نیم داشته باشین و به اساس امو نام ها و وبسایت هایتان اکسس شوه و دسترسی شوه. خب میریم به طرف کانفیگریشن و تنظیم وب سرور خود. ما نیاز است تا اول وب سرور ایجاد، یک وب کلاینت داریم و یک وب سرور. وب سرور روشن میکنیم. بعد از روشن شدن وب سرور ما میریم به ترمینال. اولین کاری که میکنیم این است که ما وب سرور خود اپدیت میکنیم پکیج هایش. sudo apt get بعد از اپدیت شدن ما نیاز داریم تا سرویس اپاچی را در سیستم خود انستال بکنیم. به خاطر از این کار ما از کمند sudo apt get install اپاچی تو استفاده میکنیم. بعد از نصب شدن اپاچی سرور ما هاست نیم سیستم خود تغییر میدیم. هاست نیم اینجا به نام ام سرور، این را میگیم که وب سرور کنترل او به خاطر سیف کردن. حالا اگر ما داخل دایرکتوری ETC اپاچی شویم، اینجا لیستی از دایرکتوری ها و فایل های مهم است که ما در اینجا داریم. گفتیم که خود دایرکتوری کانف اویلیبل به خاطر لود کردن موجول های خود اپاچی است استفاده میشه. اما قسم ما سایت های خود وقتی میخواییم کانفیگریشن بکنیم در مودز اویلیبل، ببخشید در سایت اویلیبل، ایجا ما بیشتر سایت های را در ایجا کانفیگریشن میکنیم. خب نیاز داریم تا بعد از تغییر دادن نام سرویس خود، مثلا اگر خواسته باشیم در مورد وضعیت اپاچی سرور در سیستم خود بفهمیم، sudo systemctl status اپاچی، حال سرویس اپاچی در حالت اکتیو و رننگ قرار داره در سیستم ما. ما میایم سرویس، به خاطر از اینکه ما بتانیم سرور از کلاینت خود بتانیم اکسس بکنیم، ما برای ویب سرور خود به اپاچی سرور خود یک آدرس اساین میکنیم. به خاطر آدرس اساین کردن sudo nano etc netplan به این فایل داخل شده. این فایل فایل نتورک منیجر است، ایدرنت. نام انترفیس ENP
addresses میگیم آدرس سرور ما 192.168.1.1 باشه /24 سبنت ماسکش. نیم سرور هم میگیم برش باشه، نیم سروره فعلا چون نیم سرور نداریم. addresses میگیم که آدرس open DNS گوگل در اینجا اسائن شوه. sudo netplan apply بخاطر اپلای کردن تطبیق تغییراتی که در نتورک منیجر آوردیم، اینجا بر ما نشان میده که گیتوی را ما اشتباه نوشته کردیم. اگر بریم پس به فایل گیتوی را GATE کنترل او نیم سرور هم اشتباه است، نیم سرور نیست بلکه نیم سرور است، کنترل او انتر. خب آل آی پی ادرس شو، آدرس سرور ما 192.168.1.1 است و به خاطر از اینکه ما سرویس اپاچی را تنظیمات مدیریت بکنیم، سیستم سی تی ال ما گفتیم که ریستارت اپاچی به خاطر ریستارت کردن کمند اشتباه نوشتیم، سیستم سی تی ال ریستارت اپاچی 2 به خاطر ریستارت کردنش استفاده میشه، سیستم سی تی ال sudo system CTL disable به خاطر disable کردن اپاچی 2 حالا اگر بیایم پس استاتس شو ببینیم، active running است اما ما با استفاده از disable اپاچی 2 چی کردیم؟ سرویس دیسیبل کردیم. اینجا بر شما گفته میشه که سرویس دیسیبل است. پس به این شکل ما میتونیم که خود سرویس اپاچی تو را در سرور خود مدیریت بکنیم. خلاصه جلسه، در این جلسه ما در ارتباط به مدیریت سرویس اپاچی خواندیم، چطور ما میتونیم سرویس اپاچی را اینیبل بکنیم، ریستارت بکنیم، دیسیبل بکنیم. در پهلویش ما فایل ها و فایل هایی که مربوط به تنظیمات اپاچی میشه در مورد از او خواندیم و چگونه ما ورچوال هاستینگ در اپاچی فعال میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.